سلام عرض میکنم به همگی. خوش اومدید به باشگاه 192 باشگاه تهران. در خدمت آقای دکتر آقا بابایی سامانی هستیم. ایشون در مورد سامانه های پیچیده برای ما سخنرانی خواهند. خیلی ممنون آقای دکتر که دعوت ما رو قبول کردید. در خدمتتون هستیم. خواهش میکنم. خیلی ممنون از شما که این فرصت رو به من دادید. الان شروع کنم پس دیگه. نمیدونم دوربین رو لازمی روشن کنم یا لازم نیست؟ متوجه نشدم صدا. دوربین رو لازم روشن کنم؟ دوربین میخواین حالا یکی دو دقیقه روشن کنید بعدا برای اینکه عرض باند چیز نشه میخواین؟ حالا من برای سلام علیک روشن میکنم. متشکرم. سلامت میکنم خدمت همه حاضران در جلسه. حالا من برای اینکه خودم تمرکزم بیشتر بشه، همین که احیانا کیفیت ارتباط تاثیر نذاره، من دوربین رو خاموش میکنم و اگه لازم شد آخر سر دوباره بشم. خب میخوایم در مورد سامانه های پیچیده صحبت کنیم، ولی در واقع هدف این سمینار این نیست که به طور کامل بپردازیم به اینکه سامانه های پیچیده چی هستن و چه ویژگی‌هایی دارن. بیشتر میکنیم با یه چند تا مثال شروع کنیم و بعد ببینیم که اگر بخوایم به عنوان پژوهشگر وارد این حوزه بشیم چه چیزایی لازمه براش و چی کار باید بکنیم، از کجا شروع کنیم. من اول با چند تا مثال شروع میکنم. اسلاید میبری عوض میشه. خب این دو تا مثال از شبکه های پیچیده هستن. این تصویر این طرفی شبکه اینترنت هست که یه سری کامپیوتر هستن که اینا به هم دیگه متصلن، حالا یا با کاب یا ارتباط ماهواره‌ای یا ارتباط نوری. این هم یه بخشی از شبکه وب، وبسایت هایی که به هم دیگه لینک دادن و هر دو تا اینا شبکه‌های بزرگی هستن. اینترنت 4.5 بیلیون کاربر داره الان. این البته این عدد تقریبیه، ولی سایت‌هایی هست که می‌تونید اطلاعات به روز اینا رو پیدا بکنید. حدود 50 بیلیون دستگاه الان به اینترنت متصل هستن، هم از کامپیوتر، لپتاپ، تلفن همراه یا انواع اقسام چیزهای دیگه. و توی وب هم شاید بیشتر از 130 بیلیون وبسایت وجود داره که هر لحظه هم داره بهشون اضافه میشه. هر روز شاید بین 10 تا 20 هزار وبسایت جدید ایجاد میشه و ویژگی اینا به این شکله که هم خیلی بزرگن، همونطور که می‌بینید اندازه‌شون، و همین که ارتباطات خیلی پیچیده‌ای با هم دیگه دارن. به عنوان مثال دوم شبکه‌های اجتماعی رو مثال می‌زنیم که تشکیل شده از آدمایی که به نوعی با همدیگه ارتباط دارن، یا ارتباط دوستی دارن یا ارتباط کاری دارن یا ارتباط از نوع گرایش‌های سیاسی مشترک دارن. آدمایی که تو شهرها زندگی می‌کنن نمونه‌ای از این شبکه‌ها رو تشکیل میدن و می‌تونیم ببینیم که مثلا تراکم جمعیت جاهای مختلف می‌تونه متفاوت باشه. همه اینا رو ما تحت عنوان شبکه‌های اجتماعی می‌شناسیم که بسته به اینکه چه ماهیتی داشته باشن میتونن ساختارهای خیلی متنوعی داشته باشن و پیچیدگی‌های خاص خودشون داشته باشن و همینطور میتونن دینامیک هم داشته باشن. مثلا از این نوع که افرادی که اینجا با هم دیگه متصلن میتونن عامل انتقال اخبار یا شایعات یا اطلاعات باشن، یا میتونن در واقع عامل پخش بیماری باشن، مثل همین مسائلی که امروز درگیرش هستیم و انواع اقسام اتفاقا میتونه اینجا بیفته. یه مثال دیگه این مثال حرکت‌های جمعی که توی پرندگان و ماهی‌ها یا گله‌های مثلا گوسفندان یا گوزن‌ها دیده باشیم توی فیلم‌ها. حرکت‌های جمعی که اینها ایجاد می‌کنن و مثلا این یه نمونه‌ش دست پرنده است که شما می‌بینید. حالا من برای اینکه در وقت صرفه‌جویی بشه فیلم اینا رو نشون ندادم، ولی تو این شکل میتونید ببینید که حرکت این طوریه که از دور که نگاه میکنیم مثل یک لایه ابر یا به شکل در زمانهای کوتاه کم و بیش به شکل صلب دارن حرکت میکنن، با اینکه اینا هر کدومشون به تنهایی دارن حرکت میکنن و چند تا پرنده اطراف خودشون میبینن، ولی حرکت جمعیشون طوریه که انگار دارن به شکل یک توده حرکت میکنن. کل این یه حرکت کلی، یه حرکت یکپارچه میتونید ازش ببینید که البته الگوهاش تغییر میکنه، ولی کاملا هم پراکنده مثل ذراتی گاز نیست حرکت اینها. این هم مثال مغزه که شاید بتونیم بگیم پیچیده ترین سیستم پیچیده‌ایه که ما الان میشناسیم. حدود 85 تا 90 بیلیون سلول عصبی توی مغز وجود داره که اینا تعداد ارتباطاشون از مرتبه 10 به توان 14 هستش. این تعداد این سلول‌های عصبی از مرتبه تعداد ستاره‌هایی که تو کهکشان ما هست. یعنی خیلی خیلی این سیستم بزرگه و از نظر تعداد اجزایی که داره و بسیار پیچیده است. و یکی از مهمترین مسائلیه که شاید بشر امیدواره که بتونه در این قرن حل کنه و بفهمه که توی این مغز چه خبره. خب مثال زیاده، من چون نمیخوام وقتم رو صرف توضیح دادن این مثال ها بکنم، فقط چند نمونه دیگر رو اینجا اسم بردم. سیستم های پیچیده‌ای که هم از نظر ساختاری میتونن پیچیده باشن، هم از نظر فرآیندهای دینامیکی. از نظر ساختاری مثالی که گفتم اینترنت، وب، شبکه‌های اجتماعی، مغز. مثالای دیگه هست مثل سلول، مثل پروتئین‌ها، زنجیره‌های غذایی که بین جانوران مختلف وجود داره، شبکه‌های اقتصادی که اینا بخش مهمی از سیستم‌های پیچیده رو تشکیل میدن. فرآیندهای دینامیکی مثل فرآیند همگام‌سازی، نوسانگرایی که با هم دیگه جفت شدن و تحت شرایطی به صورت همگام عمل میکنن. فرآیند پخش که نمونهشو گفتم، پخش بیماری‌ها، فرآیند تکامل، فعالیت‌های عصبی که توی مغز هست. انواع و اقسام فرآیندهایی که توشون تکثیر هست، حالا چه از اخبار و شایعات و خبرهای فیک بگیرین، چه تکثیر سلول‌ها و باکتری‌ها و انواع اقسام چیزهای دیگه. فرآیندهای زیستی به عنوان مثال مثل فتوسنتز، بازار بورس، رفتار جمعی موجودات زنده که نمونه‌اش رو دیدیم، همه اینا فرآیندهای دینامیکی هستن که ویژگی‌های خاص خودشون دارن. خب حالا این نگاه کلی بندازیم به اینکه ببینیم سامانی پیچیده اصلا چجوری تعریف میشه و چه ویژگی‌هایی داره. نکته که هست اینه که الان تعریف مشخصی برای سامانه پیچیده وجود نداره که همه قبولش داشته باشن. در واقع یکی از پیچیدگی‌هایی که این سیستم‌ها دارن خود تعریفشه. شاید بشه گفت که اگر یه روزی بشه اینا رو دقیقاً تعریف کرد، یعنی طوری که هیچ اختلاف نظری نباشه، اون وقتی که اصلا سامانه پیچیده نیستن. یعنی اگر اینقدر شناخت از اینا بالا رفته باشه که ما بتونیم تعریف خیلی دقیقی از اینا ارائه بدیم، شاید دیگه واقعاً سامانه پیچیده نباشن. به هر حال من بعضی از ویژگی‌های اینا رو ذکر می‌کنم. اینا کامل نیستن، این ویژگی‌ها ممکنه چیزهای دیگه هم شما بتونید به اینا اضافه کنید و ممکنه بعضی سامانه‌هایی هم باشن که به عنوان سامانه پیچیده شناخته میشن یا حداقل یه عده‌ای قبول دارن این سامانه‌ها رو به عنوان سامانه پیچیده، ولی بعضی از این ویژگی‌ها رو نداشته باشن. حالا بعضی از اینا رو ذکر می‌کنم که تعداد اجزای زیاده. توی مثالایی که دیدیم، چه اینترنت، چه تعداد سلولای عصبی که تو مغز هست و مثالای دیگه، همه اینا تعداد اجزاشون زیاده. یعنی شما یه سامانه‌ای داشته باشین با 4 تا 5 تا عضو یا جزء، اینا رو بهشون نمیگین سامانه پیچیده. و بعد ارتباطایی که میان این اجزا وجود داره معمولا ارتباطای ساده‌ای نیستن، مثل برهمکنش مثلا دو تا الکترون نیست ارتباطی که بین این اجزا وجود داره. مثلا این پرنده ها، دو تا پرنده که همدیگه رو می‌بینن، وقتی به هم میرسن رفتارهای خاصی ممکنه داشته باشن. ممکنه اینا به 3-4 تا دسته بشین، این رفتارها رو تقسیم کرد. مثلا فرض کنید در مورد مورچه‌ها اگر ببینید شاید ساده‌تر باشه، دو تا مورچه که به هم دیگه میرسن، بسته به اینکه حالا این مورچه نگهبان باشه، مورچه نمیدونم کارگر باشه یا چی باشه، نوع رفتارهایی که نسبت به هم دیگه دارن، یه شاخک‌هاشون رو به هم میزنن و حرکت میکنن. ولی این ساده نیست. یعنی یه بار دیگه تحت همون شرایط اونها به هم برسن، ممکنه رفتار دیگه از خودشون نشون بدن. یعنی اینو یک در واقع فاکتوری از احتمال توش وجود داره و همینطور میتونه وابسته به زمان باشه اینها و میتونه غیر خطی باشه. این برهمکنشایی که وجود داره بنابراین منجر بشه به دینامیک غیر خطی توی سیستم ها. یکی از ویژگی‌های خیلی مهمی که دیگه همه قبول دارن تو سامانه پیچیده، یکی از ویژگی‌هایی که نشون میده ویژگی‌های براینده است یا ایمرجنت، یا حالا اینا ویژگی‌های ظهوری بهش میگن، خیلی اسمای متنوعی داره. به هر حال من ترجیح میدم از این کلمه براینده استفاده بکنم، چیزی که برمیاد. یعنی یه تعداد زیادی جزء شما دارین، اینا وقتی کنار هم قرار میگیرن یک مفهوم جدیدی رو خلق میکنن و یک چیزی دیده میشه که توی کل سیستم تعریف میشه، ولی از جزء اجزای این سیستم نمیتونی شما چنین مفهومی رو درک بکنید. یه مفهوم خیلی ساده مثلا مفهوم دماست. شما اگر که به طور خیلی شهودی و ساده میتونین دما رو بگیرین، یه چیزی که معیاری باشه از میانگین انرژی جنبشی ذراتی که اون سیستم رو تشکیل میدن. خب اگر تعداد ذرات کم باشه، مثلا 10 تا 20 ذره، این دما برای چنین سیستمی خوش تعریف نیست، یعنی چیزی نیست که شما بتونین اندازه‌گیریش بکنین و یه درکی از این دما برای اون سیستم خیلی کوچیک داشته باشین. اینکه افت و خیزها اینقدر زیاده که اصولا نمیتونید شما چنین چیزی تعریف کنید. ولی وقتی تعداد ذرات خیلی زیاد میشه، اون وقت از این میانگین انرژی جنبشی شما این مفهوم میکشین بیرون که در مقیاس آزمایشگاهی میتونین اندازه‌گیری بکنینش و میتونین وسیله اندازه‌گیری براش بسازین. سیستما رو میتونین با کمک این مفهوم در تعادل با هم دیگه قرار بدین و این یه مفهومیه که برمیاد از این سیستم. به خاطر اینکه خیلی بزرگه، تعداد ذراتش زیاده، یک مفهوم جدید برمیاد. ببین شما میتونین همیشه بگین که خب من تک تک این ذرات رو میدونم، انرژی جنبششون رو حساب میکنم، با هم جمع میکنم و دما رو ازش می‌نویسم. خب ولی این مفهومی که حس میکنی و در آزمایشگاه دارین باهاش کار میکنی، یه مفهوم جدیدی میسازین، اسم میذارین براش. این یه ویژگی براینده است که این تقریبا در تمام سیستم‌های پیچیده چنین چیزایی ویژگی‌های دیده میشه. و بعد رفتارهای غیر تعادلی، معمولاً سیستم‌های پیچیده‌ای که دینامیک دارن رفتارهای غیر تعادلی دارن، یعنی در حال تعادلشون نیستن، دور از نقطه تعادل یا خارج از نقطه تعادل ها رو بگیم، نه اینکه خیلی دور از نقطه تعادل، گاهی اوقات در نزدیکی نقطه بحرانیشون قرار دارن. رفتارهای جمعی رو هم که گفتم، مثل رفتارهایی که پرنده ها دارن و خودساماندهی یکی از ویژگی‌های مهم این سیستم هاست. یعنی بدون اینکه یک عامل خارجی وجود داشته باشه، این سیستم‌ها گاهی اوقات الگوهای منظمی از خودشون نشون میدن، مثل باز همین چیزی که توی در واقع حرکت پرنده ها دیدیم و توی پدیده همگام‌سازی هم چنین پدیده‌هایی، چنین رفتاری دیده میشه. یه ویژگی خیلی مهمه وجود مقیاس‌های مختلفه توی سیستم‌های پیچیده. من یه مثال برای این بزنم. وقتی مقیاس‌های مختلف، ببینید شما معمولاً به یه سیستم که نگاه می‌کنین، به یه سیستم فیزیکی که نگاه می‌کنین، در یه مقیاس مشخصی نگاه می‌کنین به سیستم و اون وقت کمیت‌هایی که می‌بینین معمولاً هول و هوش یه مقدار میانگینی هستن. ولی توی سیستم‌های پیچیده اینجوری نیست، مقیاس‌های متنوعی وجود داره. مثلا شما ببینید، اگر من فقط برای اینکه بگم این منظور از مقیاس‌های مختلف چیه این مثال رو دارم میزنم، اگر شما قد آدما رو، تمام آدمایی که روی کره زمین هستن، اینا رو توزیع آماریشون رو به دست بیارین، این یه بازه نسبتا محدودی داره دیگه، یعنی کوتاه قدترین آدم و بلند قدترین آدم روی کره زمین رو اختلاف قدشون آنچنان نیست. مثلا نسبت بلندترین به کوتاه‌ترین فرض از مرتبه 4 باشه دیگه، فرض کنیم مثلا 2 متر رو تقسیم بر نیم متر بکنیم، یه چیزی از مرتبه 4 باشه. اما اگر شما مثلا ثروت یا دارایی آدمایی رو که روی کره زمین هستن نگاه بکنین، وقت می‌بینید که این بازش، یعنی نسبت ثروتمندترین آدم به فقیرترین آدم از چند مرتبه بزرگی. یا مثلا شما تیراژ کتاب‌هایی رو که منتشر میشن توی دنیا نگاه بکنین، باز اونم به همین ترتیبه. کتابایی که خیلی تعداد تیراژشون کمه و اونایی که پر تیراژ هستن، نسبت اینها خیلی از چند مرتبه بزرگ. این معنی مقیاس‌های مختلف که میگیم اینه و توی سامانه‌های پیچیده معمولاً رفتارهایی دیده میشه که این مقیاس‌های مختلف توش وجود داره. خب حالا یه نگاهی هم بندازیم به خود این مفهوم پیچیدگی. به گاهی اوقات به اشتباه مردم فکر می‌کنن که پیچیده یعنی یه چیزی که ساده نباشه. ما یه چیز ساده داریم، اگه ساده نباشه بهش میگیم پیچیده. در حالی که این نیست واقعاً. یعنی ما توی این بافتار وقتی کلمه پیچیده رو به کار می‌بریم، منظورمون کامپلکسه، منظورمون کامپلیکیتد نیست. چون مثلا یه آونگ رو می‌تونیم به عنوان یه سیستم ساده در نظر بگیریم، یه پالایشگاه یا یک هواپیما یا یک سی پی یو، یه کامپیوتر، یه پرینتر، اینا سیستم‌های پیچیده هستن به معنی کامپلیکیتد، ولی اینا کامپلکس نیستن، به خاطر اینکه اینجا روابط بین اجزایی که اینجا وجود داره کاملا مشخصه، هیچ عامل تصادفی توش وجود نداره. این قشنگ برای یک کارکرد خاصی طراحی شده و همون کاری رو میکنه که براش طراحی شده و هیچ ویژگی برآینده‌ای، هیچ اتفاق پیش‌بینی نشده‌ای اینجا رخ نمیده. ولی سیستم‌های کامپلکس اینجوری نیستن، بنابراین کامپلکس به معنی نات سیمپل نیست. هر چیزی که ساده، اینجوری نیست که هر چیزی ساده نباشه بهش بگیم پیچیده. این که پرسیدن چرا بغرنج ترجمه نشده نمیدونم، به هر حال این یه روند تاریخی داره دیگه، یه چیزایی ترجمه میشه، شاید ترجمه خوبی هم نباشه ولی میمونه. ولی به هر حال الان بعضیا این کامپلیکیتدی که پیچیده‌ای که به معنی کامپلیکیتد هست و برای اینکه تفکیک بشه از این کامپلکس بهش میگن دشوار. میگن ما سیستم ساده داریم، سیستم دشوار داریم و سیستم پیچیده داریم. به هر حال حالا اینا فقط اینجا باید یادمون باشه که توی این بافتار وقتی داریم توی این موضوع داریم صحبت می‌کنیم، منظورمون از پیچیده کامپلکسه نه کامپلیکیتد. که این مثلا رفتار جمعی مورچگان این یه نمونه‌ای از اون رفتار کامپلکسه. خب اینم که آقای فیلیپ اندرسون، مرحوم فیلیپ اندرسون که سال گذشته درگذشت، مقاله‌ای داره در 1972 فکر می‌کنم، این تاریخش اینجا خوب نمی‌دونم، اسمش هست، اسم مقاله More is Different. اینجا به هر حال روی این موضوع تاکید شده، یکی از اولین بحثایی که منجر شد به اینکه نوع نگاه از دیدگاه پیچیدگی به مسائل، که یه سیستم وقتی بزرگ میشه، تعداد اجزایش زیاد میشه، اون وقت ویژگی‌هایی از خودش نشون میده که سیستم‌های کوچیک نشون نمیدن. خب حالا من میخوام به یک شکل دیگه نگاه بکنم به این مسئله پیچیدگی. ببینید شما وقتی روی موضوعی دارین کار میکنی یا با یک مسئله‌ای مواجه میشین، میخواین بهش نگاه کنیم، به دو شکل میتونیم بهش نگاه بکنیم، یا از دیدگاه موضوع یا از دیدگاه روش. مثلا ببینید شما وقتی که دارین رشته‌تون فیزیکه، دارین روی فیزیک کار میکنین، این فیزیک موضوع کار شماست که خود این ممکنه به زیر شاخه‌هایی تقسیم بشه، گرانش، ماده چگال، انواع اقسام، اینا موضوع کار شما هستن. توی این موضوع‌ها تو هر کدوم از اینا شما با این روش‌های مطالعه کار میکنین، ولی این روشی که من اینجا نوشتم منظورم روش به معنی تکنیک‌های خاصی که روی اون موضوع کار میکنین نیست، روش به معنی نوع نگاهه، چطور با این مسئله برخورد میکنید. یعنی مثلا شما وقتی که میخواین یه مسئله حل بکنین، راهیافتتون برای حل این مسئله چیه، چطوری بهش نگاه میکنید. خب از این دیدگاه اگر نگاه بکنین، وقت سامانه‌های پیچیده یک موضوع نیست، یک رشته نیست. شما میتونین بیاین دانشگاه قبول بشین در رشته فیزیک، رشته ریاضی، رشته مهندسی و شروع کنین روی این کار کردن و بعد از 4 سال بشین مثلا فیزیک پیشه یا مهندس یا هر چیز. ولی سامانه‌های پیچیده اینجوری نیست، یک رشته نیست که شما از اول بیاین بگین من تخصصم سامانه‌های پیچیده است، اینجوری نیست. این یک دیدگاه، یک نوع نگاه، یک روش برخورد با مسائل و میتونه برای موضوعات مختلفی به کار بره. بنابراین کسی که ادعا میکنه که در زمینه سامانه‌های پیچیده کار میکنه، معنیش این نیست که متخصص یک رشته یا زمینه خاصیه، معنیش اینه که با یک نگاه خاصی داره به بعضی مسائل نگاه میکنه، به بعضی موضوعات نگاه میکنه. این موضوعات ممکنه از فیزیک بیان، ممکنه از اقتصاد بیان، ممکنه از زیست شناسی بیان، موضوعاتش میتونه متنوع باشه، ولی نوع نگاه توی تمام اینها میتونه یک در واقع یک پارچگی داشته باشه. و این یعنی که شما اون جوری که دارین به سیستمتون نگاه میکنین و اون روشی که به کار میگیرین، اون تعیین میکنه که شما چه چیزایی ببینین و چه نتایجی به دست بیاریم و چه درکی از سیستم داشته باشیم. بنابراین اگر کسی میخواد توی سیستم‌های پیچیده کار بکنه، توی سامانه‌های پیچیده کار بکنه، در واقع باید به این توجه بکنه که دنبال چی هست. خب اول باید تکلیفش رو با این مشخص بکنه. حالا من قسمت اصلی صحبتم تو همین دو سه تا اسلایدیه که یکی دو تا شده، یکی دو تا دیگه هم هست، بقیه‌اش دیگه جزئیاته. حالا ما از کجا میتونیم شروع بکنیم؟ وقتی که اگر ما قصدمون این باشه به عنوان دانشجو یا کسی که علاقه‌منده یا میخواد زمینه کاری بعدیش رو انتخاب بکنه، وقتی میخوایم توی سامانه‌های پیچیده کار بکنیم چی کار باید بکنیم؟ اولش اینه که یه موضوع انتخاب کنیم. مثلا بگیم من میخوام فیزیک کار بکنم ولی با دیدگاه سامانه‌های پیچیده، یا میخوام اقتصاد کار بکنم، یا میخوام توی علوم اجتماعی کار بکنم، یا زیست شناسی کار بکنم، هر چیزی. حالا اینو میتونین از اولم خیلی مشخصش نکنین، میتونین امتحان کنین، مطالعه بکنین، موضوعات مختلف رو ببینید به کدومش بیشتر علاقه‌مندین، ولی به هر حال موضوعتون رو باید انتخاب کنین. اگر که خیلی بخواین از این شاخه به اون شاخه بپرین، عملاً نمیتونین موفق بشین. باید به هر حال اینو باید محدودش بکنین، چون خیلی موضوعات متنوعی وجود داره که از دیدگاه سامانه‌های پیچیده میشه بهش نگاه کرد و اگر که بخواین از این شاخه به اون شاخه بپرین، عملاً وقتتون تلف میشه. بعد روش مطالعهتون رو باید انتخاب کنین که حالا بعد من در مورد این روش مطالعه توضیح میدم که گاهی اوقات شما وقتی موضوع انتخاب کردین و توی اون موضوع یک مسئله تعریف کردین، این مسئله رو میتونید به شکل نظری روش کار کنین، میتونید به شکل محاسباتی شبیه سازی کار بکنین، میتونید کارهای آزمایشگاهی انجام بدین، توی مدل سازی بکنین. اینو باید ببینید. باز اینا میتونین از اول فیکسش نکنین، یعنی میتونید امتحان کنین ببینین به چه کارایی بیشتر علاقه‌مندین. بعضی ممکنه مثلا تواناییشون یا علاقه‌شون بیشتر توی شبیه سازی باشه، بعضی ممکنه کارهای تجربی بیشتر دوست داشته باشن. به هر حال اینو باید مشخص بکنیم و بعد باید شروع کنیم به کار کردن. این کار کردن هم از نوع مشاهده، مطالعه، گفتگو، طرح پرسه، شرکت در همایش‌های مختلف، گفتگو با متخصص‌های مختلف، ولی همه اینها رو بعد از دیدگاه پیچیدگی بهش نگاه بکنیم. حالا دیدگاه پیچیدگی چیه؟ باز ببینید این چیزی که من اینجا نوشتم یا مقداری سلیقه‌ای شاید باشه دیگه. شاید شما مثلا تو کتاب‌ها یا مقاله‌های مختلف بریم ببینید مردم مفهوم پیچیدگی رو به شکل متفاوتی تعریف کرده باشن. ولی به صورت حالا شاید یه خود غیر دقیق میشه گفت که دیدگاه پیچیدگی یعنی این که ما به سیستممون که نگاه می‌کنیم دنبال این هستیم که چه چیزایی رو ببینیم. اون چیزایی که ما دنبالش هستیم ببینیم چنین پدیده‌هایی هستن، چیزایی مثل برآیندگی هم ایمرجنس یا رفتارهای جمعی، خودساماندهی، رفتارهای بحرانی، رویدادهای نادر. اینا رو می‌تونیم دنبال اینا باشیم، هم در ساختار سیستم‌ها هم در تحول دینامیکی سیستم. اگر با این دیدگاه نگاه بکنیم به سیستم، یعنی اینکه شما دارین از دیدگاه پیچیدگی نگاه می‌کنید. ولی غیر از این باشه میتونی کار بکنی، ولی حالا ممکنه بعضی‌ها دوست نداشته باشن اسمی رو بذارن که شما دارین با دیدگاه سامانه‌های پیچیده به سیستمتون نگاه می‌کنید. خب حالا یه اشاره بکنم، من اینا رو قبلا هم گفتم دوباره تکرار می‌کنم اینجا، که موضوع‌ها و اشتهایی که میشه با سامانه‌های پیچیده بهشون نگاه کرد انواع اقسام داره دیگه: فیزیک، ریاضی، شیمی، علوم، انواع مهندسی، علوم زیستی، علوم شناختی، اقتصاد و انواع اقسام چیزهای دیگه، علوم اجتماعی، مسائلی که مربوط به فناوری میشن، مسائلی که مربوط به برنامه‌ریزی میشن. همه اینا رو شما می‌تونید با دیدگاه سامانه‌های پیچیده نگاه بکنید بهش و واقعیت اینه که اگر با این دیدگاه نگاه بکنیم وقتی چیزایی ممکنه تو اینا ببینید که با روش‌های معمول که معمولاً بر اساس فروکاست‌گرایی هست، یعنی که سیستم رو به اجزایش تقسیم کنیم و بعد فرم‌بندی بکنیم، یه معادله براش بنویسیم، معمولاً با اون دیدگاه نمیتونیم چنین چیزی رو ببینیم. و بعد اینکه ما چنین سیستم‌هایی رو با چه روش‌هایی مطالعه می‌کنیم، یکی روش‌های آماری هست. یعنی چون این سیستم‌ها معمولاً سیستم‌های بزرگ هستن، شما می‌تونید داده به دست بیارین. الان هم این روزا خب خیلی انقدر داده تولید میشه که مردم فرصت نمیکنن بیان این داده ها رو تحلیل بکنن و روش هایی ساخته شده برای تحلیل این داده ها، داده های بزرگ. اصلا خود داده های بزرگ یا کلان داده ها یا بیگ دیتا، اینا خودش برای خودش یه موضوع پژوهشیه، یعنی روش هایی که شما بتونین این داده های عظیم رو بررسی بکنید، تحلیل بکنید، اون قسمتایش که به درد نخوره بزنید کنار، استرند داداتون رو تمیز بکنید. اینا خودش انواع اقسام روش‌ها داره. یکی از راهکارهای یا رهیافتهایی که شما میتونید به سیستماتون نگاه بکنید از این دیدگاه هست، دیدگاه روش‌های آماری. یکی روش‌های تجربی، روش‌های آزمایشگاهی، روش‌های میدانی، جمع‌آوری داده که باز اینو هم توی آزمایشگاه میتونید انجام بدید. روش‌های حالا این تجربی رو گفتم با آزمایشگاهی، این آزمایشگاهی بیشتر منظورم این بوده که از نوع آزمایش‌های زیستی، مثلا روی باکتری‌ها، روی سلول‌ها، روی سیستم‌های زنده آزمایش‌های انجام میدیم. این روش‌های تجربی هم انواع اقسام کارهایی که توی فیزیک انجام میشه و روش‌های میدانی هم که شما مثلا توی سیستم اجتماعی میرین با مردم صحبت می‌کنین، فرم نظرسنجی میدین، اطلاعات جمع می‌کنین و بعد می‌تونین مثلا یه شبکه بسازین و اینا رو از با نگاه سیستم‌های پیچیده بررسی بکنین. یکی هم روش‌های نظری و محاسباتی است که شامل مدل سازی و شبیه سازی و حل‌های عددی و اینجور چیزها میشه که حالا من خودم بیشتر تو این سومی کار کردم، ولی کسایی که رو سامانه‌های پیچیده کار میکنن از همه اینها میتونن استفاده بکنن. بعضی ممکنه بیشتر از یکی از این روش‌ها علاقه‌مند باشن یا توش تخصص داشته باشن. خب ببینید این یکی از راهایی که شما میتونید برید روی سیستم‌های پیچیده کار بودن، یه روش خیلی منظم. اول میایین موضوعتون انتخاب میکنین، حالا با یه کمی سعی و خطا، بعد میبینین که به کدوم روش علاقه‌مندین، آیا روش‌های تجربی دوست دارین، روش‌های نظری دوست دارین، دوست دارین برنامه‌نویسی کنین، دوست دارین حل تحلیلی بکنین. اینو انتخاب میکنین و بعداً شروع میکنید این کار کردن دیگه، وارد گروه‌های پژوهشی میشین. یه روش دیگه هم اینه که به قول معروف شیرجه بزنیم وسط ماجرا، یعنی یه دفعه کار رو بخواین شروع بکنیم. خب اینجا یا غرق میشین یه دفعه، که خب در این صورت خدا رحمتتون کنه و انشالله که با بزرگان این سامانهای پیچیده مشهور بشید. ولی اگر غرق نشدید و تونستید توی این دریای متلاطم خودتون رو زنده نگه دارین، اون وقت شاید بتونید کارهای خیلی مهمی بکنید و شاید حتی بتونید روش‌هایی رو خودتون ابداع کنین، نوآوری‌هایی داشته باشین که توی این زمینه‌ها بشه کار کرد و زنده‌مون توی این دریای متلاطمی که پر از پژوهشگران هست. و این شیرجه زدن هم در عمل یعنی اینکه شما به عنوان یه دانشجوی تازه کار برین با یه استادی، با یه پژوهشگری، با یه گروه پژوهشی برین صحبت کنین، بگین که من مثلا هیچی بلد نیستم یا یه چیزایی بلدم، یه چیزایی بلد نیستم و دوست دارم توی این زمینه که شما کار می‌کنید منم کار کنم. و به هر حال اینقدر پاپیشون بشین که یه مسئله چیزی به شما بدن، شما رو مشارکت بدن در کارشون و بعد کم کم شروع کنین کار کردن. این ببینید یه کمی ریسکش زیاده این کار. من خودم شخصا اون روش منظم رو ترجیح میدم، ولی این ریسکش زیاده، ولی در این حال هیجانش هم بیشتره و ممکنه آدم سریعتر هم به مقصد برسه، ممکنه هم هر دفعه سرخورده بشه و بره به کارش. به هر حال خلاصش اینه دیگه که شما اگر بخواید وارد کارهای پژوهشی بشین که به نوعی به سامانه‌های پیچیده ربط داره، یا باید اون روش منظم رو طی بکنین، یعنی با حوصله باید داشته باشین که اول مثلا فرض کنید یه کارشناسی می‌خواید بگیرید توی هر رشته‌ای که دوست دارین، حالا فیزیک، نمیدونم شیمی، اقتصاد، هر چیزی. حالا بعضی رشته‌ها خب پتانسیل بیشتری داره برای اینکه مسائل سامانه‌های پیچیده توش مطرح بشه. مثلا فرض کنید توی فیزیک، توی علوم اجتماعی، توی اقتصاد، اینا توی این زمینه‌ها، توی این رشته‌ها مسائل بیشتری ممکنه پیدا بشه. بعضی مسائل ممکنه جذاب‌تر باشن یا به مسائل روز بیشتر نزدیک باشن. مثلا این مسئله پخش بیماری‌ها این روزا خیلی کار کردن روش رونق گرفته، به خاطر اینکه تمام دنیا درگیرش شده. به هر حال اون روش منظم اینه دیگه، شما باید با حوصله بشین، مثلا یه لیسانس توی فیزیک بگیرین، اقتصاد بگیرین یا هر چیزی و بعد ببینید به چه روش‌های بیشتر علاقه‌مندین یا بیشتر در واقع استعدادش رو دارین، روش‌های نظری، روش‌های آماری اینها، و بعد شروع کنین کم کم توی این زمینه‌ها چیز بخونین، یاد بگیرین و مسئله حل بکنین. این روش منظمه. روش یه دفعه‌ایش هم اینه که همین دیگه، شیرجه بزنیم وسط ماجرا. خب حالا برای من از اینجا به بعد دیگه جزئیاتی که مربوط به هر کدوم از اینهاست آخر سر یه سری منابع براتون معرفی میکنم که شما توی به عنوان مثال اگه بخواید مدل سازی بکنین، ابزارهایی که میتونید برای مطالعهتون استفاده کنید ازش چیا هستن. مثلا ما چون توی سامانهای پیچیده بسیار برمی‌خوریم به شبکه‌های پیچیده، بنابراین نظریه گراف توی ریاضی یکی از ابزارهایی که ما باید بلد باشیم اگر بخوایم توی زمینه کار مفاهیم مربوط به شبکه‌ها رو باید بلد باشیم، گراف‌ها رو، نمیدونم رأس، یال، درجه توزیع، درجات، انواع اقسام، مدل‌های گراف‌ها، اینا رو باید بلد باشیم. چون شما اگر بخواید کتاب بخونید یا مقاله بخونید، از این کلمات و اصطلاحات استفاده میشه، از این مفاهیم استفاده میشه و اینا چیزایی که باید بلد باشیم. ببینید شما هر کاری که می‌خواید بکنید باید ابزارش رو داشته باشین دیگه، یعنی یکی از چیزایی که باید به دست بیارین اینه که ابزار داشته باشین. یعنی بخواید زمین بکنین باید بیل داشته باشین، همینجوری نمیتونین با دست زمین بکنین. نظریه سیستم‌های دینامیکی مهمه. البته ببین این ابزارها همشون توی همه مدل سازی‌ها به کار نمیاد. مثلا شما اگه بخواید ساختار شبکه‌ها رو بررسی بکنید، سیستم‌های دینامیکی نیاز ندارید. ولی اگر بخواید فرآیندهای دینامیکی رو بررسی بکنید، مثلا همگام‌سازی، اون وقت باید اینو توی سیستم‌های دینامیکی بلد باشید. مثلا نقطه جاذب باید بدونید چیه، چرخه حدی باید بدونید چیه و نقطه ثابت باید بدونید چیه، شار رو توی فضای فاز باید بدونید چیه، همین رو باید بلد بشین، پایداری چیه. اینا از سیستم‌های دینامیکی. بعد گاهی اوقات مکانیک آماری مورد نیازتون میشه و مفاهیمی که توی مکانیک آماری هست، مفهوم مثلا آنسامبل ها ممکنه به کار بیاد براتون، چون سیستماتون بزرگ هستن و شما میتونید نمونه های مختلفی داشته باشین از یک سیستم. و مفاهیمی که از مکانیک آماری منشعب میشه، یعنی مفاهیم ترمودینامیکی و مفاهیمی مثل گذار فاز، پدیده‌های بحرانی و اینا. باز چون توی سامانه های پیچیده خیلی فرآیندهایی که در واقع تعیینی نیستن خیلی رخ میده، نظریه احتمال خیلی به کار میاد و همینطور فرآیندهای تصادفی. مثلا اینجا شما باید چیزایی مثل فرآیندهای مارکوف و اینا رو بلد باشین، معادلات تصادفی مثل معادله لانژوین و معادله فوکر-پولان که ازش به دست میاد، اینا توی بعضی مسائل ممکنه به کار بکنه. خب سوال کردن تقارن و نظریه گروه. بله تقارن و نظریه گروه هم میتونه، ولی خب کمتر استفاده میشه، ولی بله اونا هم میتونه استفاده بشه توی ابزارهایی که شما به کار میبرید. نظریه بازی این روزها خیلی استفاده میشه توی مدل سازی، به خصوص برای سیستم‌های اقتصادی، سیستم‌های زیستی از نظریه بازی خیلی استفاده میشه. نظریه اطلاعات همینطور، هم به عنوان ابزاری برای مطالعه چیزهای دیگه و همین که خودش به عنوان گردش اطلاعات توی به عنوان مثلا توی اینترنت یا خبرهایی که توی جامعه منتقل میشه، پخش میشه. خب یه سری ابزارها هم هستن که ابزارهای شبیه سازی هستن که اینا خیلی متنوعن. من فقط دو سه تاشو اشاره میکنم و بقیه‌اش هم دیگه خودتون میتونید بریم ببینید. یکیش این زبان برنامه‌نویسی پایتونی که این روزا خیلی گسترش پیدا کرده، هم توی مراکز پژوهشی و دانشگاهی تو کل دنیا استفاده میشه، توی ایران هم این سال‌های اخیر خیلی گسترش پیدا کرده. یه بسته‌ای هست به اسم نتورک ایکس، بسته نرم افزاری که این تحت پایتونه و این برای مدل سازی و کار با شبکه‌ها و ساختن انواع اقسام شبکه و محاسبه ویژگی‌هاشون اینها، این نتورک ایکس خیلی کاراست. یکی دیگه هم زبان برنامه‌نویسی آره که این حالا حداقل توی جامعه فیزیک کمتر از این استفاده میشه، ولی خیلی زبان کارآمد و خیلی دوست داشتنیه و خیلی حداقل برای من این طرز نوشتن دستوراش خیلی ساده‌تر از پایتونه، حداقل برداشت من با پایتون کار نکردم ولی با آر یه مقداری کار کردم، خیلی ساده میشه نوشت و خیلی دستورهای متنوعی داره که کارا رو ساده میشه انجام داد. این هم یه بسته‌ای داره به اسم آی گراف که تقریبا همون کارهایی که تو نتورک ایکس میشه انجام داد اینجا میشه انجام داد. خیلی کارهای متنوع و قشنگی میشه انجام داد. علاوه بر کارهای پژوهشی شما میتونید مثلا یه سری خروجی تولید بکنین که بتونید با گراف‌ها به صورت اینتراکتیو روی صفحه کامپیوتر کار بکنین، رأس رو بگیریم بکشین و یارو بکشین و برای آموزش و برای سمینار دادن اینو میتونید از اینا از خروجیایی که آی گراف برای شما متعین می‌کنه استفاده بکنید. مثلا شکلایی که می‌خوایم برای مقاله تولید بکنیم یا برای پایان نامه، این خیلی امکانات خیلی خوبی در اختیارتون قرار میده و بسته‌های دیگه‌ای هم داره، ولی خب این دو تا رو من به عنوان نمونه معرفی کردم. اینجا مهمه که شما برای هر کاری که می‌خواید بکنین از ابزار مناسبش استفاده بکنید. حالا این که اینجا نوشتم یکم ممکنه خشن باشه، ولی فقط می‌خواستم بگم که برای هر کاری از ابزار مناسب خودش استفاده بکنین. اگر از ابزار نامناسب استفاده بکنین ممکنه به نتیجه نرسیدین. مثلا برای بریدن سر باید از شمشیر استفاده بکنین. خب یک زبان برنامه‌نویسی دیگه هم نتلوگو هست که این من با این کار نکردم زیاد، ولی خیلی چیز جالبیه، یعنی هم برای آموزش خوبه هم واقعا برای کار پژوهشی خوبه. که این سایت شما اینجا نوشتم میتونید بریم به این مراجعه بکنید و این راهنمای فارسی هم داره. اینجا میتونید ببینید راهنمای فارسی البته کامل نیست، ولی به هر حال خوبه برای اینکه آدم راه بیفته و اینو شما میتونید هم دانلود بکنید، نصب بکنید، هم نسخه وب داره که به عنوان مثال اینجا یه نمونهشو میبینید. من نمیدونم اگر بشه من یه چیزی شیر بکنم، حالا بذاریم برم تا آخر بعد که اینو خرابش نکنم، بعد این فرصت شد برمیگردم این صفحه رو، همین صفحه که اینجا می‌بینین رو شیر می‌کنم که این حرکتش هم به عنوان یه نمونه ببینید چه اتفاقی میفته. خب حالا دیگه این صحبت من تقریبا تموم شد. فقط چند تا منبع من می‌خوام معرفی کنم برای کسایی که میخوان این زمینه رو شروع بکنن یا حتی کسایی که شروع کردن کارم دارن می‌کنن، اینا می‌تونه منابعی بشه که مفید باشه برشون. یکی این کتاب خانم ملانی میچل کامپلکسیتی گاید تور، این ترجمه هم شده. این کتاب بیشتر کیفی توصیفیه، جدیدم نیست ولی خیلی کتاب خوبیه، هم مفاهیم رو خیلی خوب توضیح داده و هم مثال‌های متنوعی داره از سیستم‌های پیچیده. خیلی هم متن روون و دقیقی داره و تاریخچه‌ش هم گفته، از جایی که تقریبا میشه گفت از اون دهه 80 که از مؤسسه سانتافه این بحثا شروع شد، از همون جایی شروع کرده و در واقع در مورد مفاهیم پیچیدگی صحبت کرده. این کتاب یک کتاب جدیده، فکر کنم پارسال منتشر شده، What is a complex system. اینم حالا به اون اندازه کتاب قبلی توصیفی نیست ولی مثال‌های متنوعی داره از سیستم‌های پیچیده و کتاب یه مزیتی که داره اینه که خیلی کتاب طولانی نیست، کمتر از 200 صفحه است و خیلی سریع به مطلب پرداخته. اگه کسی بخواد یه آشنایی اولیه‌ای با سامانه‌های پیچیده پیدا بکنه، این به نظرم کتاب خیلی خوبی هست. نویسنده‌اش هم یک فیزیکدانه و یک فیلسوفه، بنابراین این جنبه‌های کلی این مفاهیم پیچیدگی و اینا هم خوب توش توضیح داده شده. در واقع اول به شکل یک مقاله ریویو منتشر شده و بعد گسترش پیدا کرده به صورت کتاب در اومد. این کتاب خیلی کتاب خوبیه و این کسی که میخواد شبکه‌های پیچیده رو شروع کنن، این کتاب اینم جدیده، مال همین یک سال پیشه. The First Course Network Science. این نویسنده‌هاش استادان دانشگاه ایندیانا هستن و کتابش از این نظر خوبه که خیلی ساده است، یعنی حتی با معلومات دبیرستانی میشه شروع کرد به خوندن این کتاب و خیلی مفاهیم رو به صورت ساده و کیفی توضیح داده، ولی در عین حال فقط هم توصیفی نیست، یعنی شما میتونید برنامه بنویسین و برنامه‌هایی که اینجا استفاده میشه نمونه‌هاش رو توی گیت هاب قرار دادن، لینک‌هاش هست، میتونید برید اونجا مراجعه بکنید. تمرین داره، شکلای خیلی قشنگ و گویایی داره. جاهایی هم که مباحث ریاضی سخت‌تر داره اینا رو توی باکس‌های قرار داده که شما میتونین از اون باکس‌ها عبور بکنین، یعنی اول توی حداقل توی خوندن توی مطالعه دوره اول میتونین اونا رو نادیده بگیرین و بعد بشه. ولی کسایی که علاقه ریاضی بیشتری داشته باشن در این حال میتونن اون باکس‌ها رو هم بخونن، دقیق پیش برن. ولی برای شروع و برای آموزش، یعنی کسی اگر بخواد خودش اینو بخونه و یاد بگیره، کتاب فوق‌العاده خوبیه. اینم کتاب خیلی معروفی، کتاب باراباسیه که چند سال پیش منتشر شده. روی خود سایت باراباسی، حالا آدرسش آخر سر براتون می‌نویسم، اونجا هستش، نتورک ساینس. این کتاب کتابی که برای تدریس خیلی مناسبه، یعنی حتی پاورپوینت‌های آماده داره، یعنی کسی بخواد از این استفاده کنه برای آموزش دادن. تمرین داره و بحثش یه مقداری از اون کتابای قبلی ریاضی تره دیگه، یعنی کاملا برای کسی که به عنوان محقق میخواد یاد بگیره، به عنوان درس اینا رو یاد بگیره و پیش بره، کتاب خیلی خوبیه. اونا شاید یه مقداری مدت کتاب قبلی، دو سه کتاب قبلی توصیفی بودن یا ساده بودن، ولی این دیگه یه کمی تخصصی تره، یعنی هم مثلا محاسبات مربوط به شبکه‌ها و همه اینا انجام داده و حتی محاسبات تحلیلی نتایج شبیه‌سازی، کلی مطلب توش هست دیگه. من حالا خیلی وقتا برای سمینارهایی که میخوام بدم از این کتاب به عنوان منبع استفاده میکنم. دو تا مقاله ریویو هم من اینجا آوردم، یکی اینه Complex Networks Structure and Dynamics، این مال سال 2006 و اینم میتونید به عنوان یه حالت نقطه‌ای قدیمی شده ولی هنوز خیلی خوبه، یعنی بخواید شما مسائل متنوعی که توی هم ساختار هم دینامیک شبکه‌های پیچیده، این حالا کل سیستم‌های پیچیده نیست، فقط در مورد شبکه‌های پیچیده هست، میتونید اینجا پیدا بکنید. اینم یه مقاله که خیلی قدیمی‌تره، این شاید اولین مقاله ریویویی که توی این زمینه پیدا میشه، Statistical Mechanics of Complex Networks، مال همین باراباسیه و خانم آلبرت که اون موقع دانشجوی باراباسی بود و الان خودش از پژوهشگران این رشته است. تو چند تا کتاب دیگه هم معرفی می‌کنم برای فرآیندهای دینامیکی روی شبکه‌ها، فرآیند دینامیکی به طور کلی، حالا بعضیش روی شبکه‌های پیچیده هم می‌تونه بررسی کنه. این کتاب فوق‌العاده قشنگیه، مال استروگاتس، استیون استروگاتس که ریاضیدانه و خیلی تبحر داره توی بیان ساده مفاهیم. کتاب نان لینیر داینامیکس اند کیاس برای اینکه کسی بخواد با سیستم‌های دینامیکی و دینامیک غیر خطی آشنا بشه، با هم مفاهیمی که گفتم مثل نقاط ثابت، مثل چرخه ها، تعادل، نقاط جاذب، اینا توی این کتاب این هم یک کتابیه داینامیکال پروسس و کامپلکس نتورک. این فرآیند دینامیکی رو روی شبکه ها بررسی کرده. فرآیند دینامیکی مثل فرآیند پخش، همگامسازی، دینامیک تکاملی، انواع اقسام اینا رو گفته و کسایی که دوست داشته باشن مدل سازی فرآیند دینامیکی روی شبکه‌های پیچیده رو ببینن این کتاب برش خوبه. این دو تا کتاب هم به طور خاص در مورد همگامسازی، این یکم تخصصی‌تره، ولی این کتاب سینک باز مال استروگاتس، کتاب توصیفیه. یه مقدارم هم تاریخی هم توصیفی، ولی اینم خیلی کتاب خواندنیه اگر به عنوان قصه بخوایم بخونیم و با مفاهیم و مسائلی که تو این حوزه آشنا بشین، این کتاب من توصیه می‌کنم حتما این کتاب سینکو بخونید. کتاب جذاب. اگه کسی تو همگامسازی هم بخواد کار دقیقاً انجام بده، این کتاب خیلی خوبه. خب اینم با دینامیک تکاملی خیلی موضوع خاصیه، ولی چون من خودم روی این موضوع کار میکنم و این کتابم خیلی کتاب خوبیه، فوق العاده است. این زمینه مارتین نوواک، یکی از کسایی که اولین کسایی که تو این زمینه دینامیک تکاملی کار کرده، Evolutionary Dynamics. این کتاب ساده‌ای هم هست بدون هیچ پیش نیازی، یعنی با معلومات دبیرستانی هم میشه شروع کرد به خوندن این کتاب و بسیاری از روش‌ها و مفاهیم مهمی که توی دینامیک تکاملی هست رو شما میتونید از این کتاب یاد بگیرید. اینجا من چند تا مرجع اینترنتی معرفی کردم. یکی این سایت کامپلکسیتی اکسپلورر هست. این مال مؤسسه سانتافه است. خیلی این سایت خیلی از توی همین سایت شما برید نگاه بکنید، کلی چیز میتونید پیدا کنید، ولی خب ظاهرا فیلتره، باید با یه روشی برید سراغش. این دومی همون سایت باراباسیه که اون کتابش هم تو همین سایت میتونید پیدا بکنید. چیزای دیگه هم توش هست، کتابای دیگه هست، مقاله هست، شکل‌های خیلی متنوعی توش هست. و یه کانال تلگرام هست که این کانال هم دستشون درد نکنه بچه‌هایی که اینو اداره میکنن، خیلی خبرهای جدید رو توش میذارن. اگه مثلا کنفرانسی چیزی برگزار بشه، بعضی وقتا منابع میذارن، یه سخنرانی، کتاب، مقاله و اطلاعات خیلی خوبی توش هست دیگه. اینم که یه سایته که کانال تلگرامش هم هست، سیتپور، که اینو آقای کریمی عباس کریمی اداره میکنن. ایشون الان دانشجوی دکترا هستن در فنلاند، دانشگاه آلتو، ولی از مدت ها پیش اینا رو دارن، خیلی فعال هستن توی یتشون هم اختصاص میدن به سیستم‌های پیچیده، بیان ساده مطالب، معرفی منابع، مصاحبه و گفتگو با آدم‌های مختلف. اینا اگه دوست داشته باشید میتونید ببینید. این دوتایی هم که اینجا نوشتم، من در این چند ماه گذشته دوتا کارگاه برگزار کردم، هر کدوم 3 جلسه بود، 3 جلسه بودن 1 ساعته. این اولیش در مورد ساختار شبکه‌های پیچیده بود، دومیش هم در مورد فرآیندهای دینامیکی روی شبکه‌های پیچیده. این فایل‌های ضبط شده‌ش و اسلایداش رو تو این دوتا مرجع نگاه بکنین، اونجا هست، لینک دانلودش رو میتونید ببینین. و برای شروع فکر می‌کنم اگه کسی بخواد اطلاعات اولیه به دست بیاره، فکر کنم بد نباشه، میتونی یه سری به اینا بزنید. البته مراجع و منابع خیلی خیلی بیشتر از این هاست و اینا فقط به عنوان نمونه ذکر کردم. اگر یکم جستجو میکردم یا بیشتر فکر میکردم، شاید میتونستم اینو به اندازه 3-4 برابر این افزایش بدم، ولی به هر حال فکر کنم در همین حد کافی باشه. خب من صحبتم همینجا همون شد دیگه. بله و میگه که دو تا سوال اینجا پرسیدن، اجازه من اینا رو هم ما به توضیح پیدای برنامه‌ریزی چقدر نزدیکیم، چقدر موفق بودیم تا الان. خب این یه موفقیتایی داشتیم ولی خب خیلی نبوده دیگه. همونطور گفتم این چون که اصلا اسم این که سیستم‌های پیچیده این هست، به خاطر یکیش هم به خاطر همینه که هنوز ما کاملا این رو نمی‌فهمیم. خیلی چیزا هست که ما هنوز نمی‌فهمیم. مسائل خیلی سخت داره، مثل اینکه عملکرد مغز، مثلا مفهوم آگاهی چیه یا مفهوم زندگی چیه. شما همه اینا رو نگاه کنین، نهایتا از دیدگاه فروکاست‌گرایی نگاه کنین، همه اینا نهایتا از اتم و مولکول و اینا تشکیل شدن. ولی چی میشه که چنین چیزایی یه دفعه برمیاد؟ یه سیستمیشه سیستم زنده، یه سیستمیشه سیستم آگاه. مسائل حتی ساده‌تر از این هم هست که هنوز ما نفهمیدیم، ولی بعضی چیزا رو فهمیدیم، بعضی چیزا هم خیلی چیزا هم نفهمیدیم. بعد ابزار تحلیل داده رو گفتن توضیح بدین. اینا رو ولی من خیلی بلد نیستم، ولی میدونم مثلا روش‌های متنوعی هست برای تمیز کردن داده‌ها و روش‌هایی هست برای دسته‌بندی داده‌ها، یا روش‌های دیگه هم هست که توی اصلی داده‌ها شما الگو میتونید به دست بیارید، مثل روش‌های ماشین لرنینگ که این روزا خیلی مود شده. و آره اینا رو من تخصصی زیاد ندارم توش، برای من نمیتونم در موردش صحبت بکنم، ولی روش‌های متنوعی هست، با متخصصاش صحبت بکنید میتونن راهنماییتون کنن. یه چیزی هم بهتون بگم، ببینید این زمینه، یعنی این دیدگاه سامانه‌های پیچیده، چون اصولاً یه زمینه بین رشته‌ایه، شما خیلی خوبه که به حرفای یه نفر دو نفر توجه نکنید، باید با آدمای متنوعی از با تخصص‌های متنوع صحبت بکنید. اصطلاحاً یه چیزی به اسم تفکر واگرا اینجا خیلی میتونه کمک بکنه، یعنی شما بتونید به شکل خیلی پراکنده به چیزهای مختلف فکر بکنید، به جنبه‌های مختلف، از دیدگاه‌های مختلف نگاه بکنید قضیه. ولی یه خورده هم اینجا لغزنده است دیگه، یعنی باید حواستون باشه که این تفکر واگرا منجر به این نشه که شما از این شاخه به اون شاخه بپرید دائما و توی هیچ چیزی به هیچ جایی نرسید. یه کمی اینجا کمی کنترلش خود سخته. ولی به هر حال این که گفتم حالا با آدمای دیگه برین صحبت بکنین، غیر از اینکه هر کسی یه چیزی میدونه، اصولا توی این زمینه بخواید شما کار بکنین خیلی خوبه که جنبه‌های مختلف مسائل رو از دیدگاه‌های مختلف یاد بگیرید. و سوال این که سیستم‌های پیچیده با شبکه‌های پیچیده تفاوت داره. سیستم پیچیده خب عام‌تر از شبکه‌های پیچیده است. مثلا شما این سیستم آب و هوا رو هم به عنوان سیستم پیچیده در نظر می‌گیرید، چون که این قابلیت پیش‌بینی نداره و ویژگی‌های براینده توش در میاد، مثلا حرکت‌های جمعی پرنده‌ها و اینها، ولی اینا لزوما شبکه نیست، یعنی سیستمی که این اتفاق توش میفته لزوما شبکه نیست. شبکه‌های پیچیده یه زیرمجموعه‌ای از سیستم‌های پیچیده هستن برای دنبال ابزاری، بعضی وقتا هست که خودش اصلا شبکه است، مثل شبکه اینترنت. گاهی اوقات شما یه شبکه می‌سازین و بعد از اون به عنوان ابزاری استفاده می‌کنین برای مطالعه سیستم. یه سوال هم هست در مورد ارتباط سیستم‌های پیچیده. خب اینا رو من بلد نیستم واقعیتش، یعنی من یادگیری ماشین و بیگ دیتا در حد همین چیزی که گفتم بیشتر بلد نیستم، ولی میدونم که اینا روش‌هاییه که خیلی کاربرد داره و خیلی مردم این روزا استفاده میکنن ازش، ولی خب من تخصصی تو اینو ندارم. من خدمت شما هستم. خیلی ممنون، خیلی ممنون از صحبت بسیار عالیتون. یکی از شرکت کنندم سوال داره، من بلنگو رو باز میکنم. بفرمایید. الو سلام علیکم، خسته نباشید. صدای من میاد؟ سلام علیکم. بله. ببخشید من یه سوالی خدمت داشتم. خواستم بگم چرا میگیم سیستم‌های پیچیده بعد از آمار احتمال صحبت میکنیم؟ یعنی یه جبری برای این آمار احتمال وجود داره؟ اگه میشه چرا از آمار احتمال صحبت میکنیم؟ خب برای اینکه اینا ماهیت تصادفی دارن این سیستم‌ها. من نمیدونم منظورتون چیه، شاید درست متوجه نشم. ببین مثلا شما حرکت این مورچه‌ها رو گفتم اگه در نظر بگیرین، کلی دو تا مورچه که به هم میرسن یه رفتاری دارن، مثلا یکیش میره راست یکیش میره چپ، دفعه بعد به هم برسن ممکنه کار دیگه بکنن و اینا رو با قطعیت نمی‌بینید. مثلا شما دو تا الکترون رو میتونید بگید اگه در این فاصله اصلا قرار داشته باشن این نیرو رو به هم وارد میکنن، هر جایی هم باشن در این فاصله باشن نیرو رو وارد میکنن، هیچ اتفاق دیگه‌ای نمیفته. ولی این سیستم‌های پیچیده اینجوری نیستن، یعنی اجزایشون، روابطی که بین اجزا وجود داره یکم پیچیده‌تره و ماهیت تصادفی هم داره. معمولا ماهیت تصادفی توشون هست، نه اینکه همیشه باشه. خیلی ممنون. یه سوال دیگه هم هست، بفرمایید. من بالا رو باز کردم. بفهمه من با لنگو رو باز کردم. بفهم صدا رو دارید؟ میکروفونشو قرمز داره، نمیدونم. آره من نمیدونم چرا چیز میشه، یه ایرادی داره. میخوان یه بار دیگه علامت دست رو بزنید؟ بفهمید یه ایرادی داره فکر کنم. خب اگر از بقیه دوستان سوالی هست میخواین حالا تا بقیه آماده بشن برای سوال، اگه اجازه بدین من اینو شیر بکنم که اون آره خواستم نشون بدم. دوباره یه نمونه از الان دیده میشه یه چیزی اومد. بله خب این یه نمونه از فلاکینگه. من حالا اینو بزنم، این میره توی این صفحه وبش، این الان نتلوگو وبه. من باید بگم تو صفحه خودم که اینو الان یکم میارمش پایین‌تر. بعد این مسئله فلاکینگ روی یک فضای دو بعدی، این فلاکینگه اینجا. فلاکینگ الان من پوینترم دیده میشه این صفحه به نظرم نه میشه. خب اینجا من پوینترمو نمیتونم، حالا به هر حال این بالا فلاکینگ نوشته. خب نمیدونم این پوینتر اینجا چجوری میشه فعال کرد. خب حالا مهم نیست، شاید توی خود این صفحه الان پوینتر دیده میشه. بله بله. خب این مسئله فلاکینگه. بعد این فضای دو بعدیه. بعد اینجا پارامترها شما میتونید تنظیم بکنید. بعد این ستاپ رو میزنید، این شرط اولیه میده، بعد شروع می‌کنه به اجرا. این چیز آماده است. بعد ببینید این فلاکینگ یعنی این رفتار جمعی داره شروع میشه. بعد میتونید اینجا همینجوری مثل بچه‌هایی که کنجکاوی میکنن میتونید با این بازی کنید. مثلا این فاصله میانگینش رو میتونید زیاد کنید و اینا ببینید پخش‌تر میشن. خب مثلا این جهت‌هاشون اینا میتونید کم و زیاد کنید. مثلا فاصله رو کمش بکنید، دوباره اینا به هم دیگه نزدیک میشن. حالا این فقط به عنوان یه نمونه از اینکه این نتلوگو چیکار میکنه میتونید ببینید. خیلی مسائل خیلی متنوعی توش هست. اینجا این مثلا این فلاکینگ این بود. انواع اقسام مسئله ها اینجا هست. این مسئله خیلی مشخص و تعریف شده تو خودش هست. در عین حال اجازه برنامه نویسی و کد نویسی به شما میده. شما میتونید هم نسخه دانلودیش رو نصب کنین، همین که از این نسخه وبش استفاده بکنین و هم برای آموزش خیلی خوبه، هم برای انجام کار پژوهشی خوبه. قابلیت‌های خوبی داره. کسی بخواد شروع بکنه هم با شبیه سازی اینا آشنا بشه، هم با مسائل متنوعی که توی سامانه‌های پیچیده روشون کار میشه آشنا بشه. این به نظر من خیلی ابزار خوبی هستش. من زنابیده که این اسلایدها رو اگه کسی بخواد میتونین در اختیارش قرار بدیم، چون یه چیزایی اونجا نوشته شده بوده. اگه کسی بخواد بعد استفاده کنه از من مانعی نداره. کسی بخواد خیلی ممنون، مرسی. حالا این فیلمش که ضبط میشه روی سایت قرار داده میشه. آقای مسجان لطف میکنن فیلم رو قرار میده. سوالی دوستان اگر دارند. خب من ظاهرا سوالی نمیبینم. خیلی ممنون. خیلی ممنون از شما آقای دکتر. خیلی ممنون، لطف کردید به ما وقت دادید. خواهش می‌کنم. مرسی. خب همگی رو به خدا میسپارم. خیلی ممنون. خداحافظ. آقای مسجان در خدمت شما هست. خیلی متشکرم. خیلی استفاده کردیم. ممنون و خدا نگهدار همه. خواهش می‌کنم. خدا نگهدار. آدرس اونجا رو هم که در واقع فیلم ها رو ضبط میکنین قرار میدید اگه امکانش هست این زیر بذارید یکی دو. بله حتما. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. خداحافظ همگی. خدا نگهدار. قربانشون. خداحافظ.